آیا در حقوق ایقاعات انشای عقد و انشای ایقاعی میکنیم کتابت کافیه یا حتما تلفظ لازمه؟ گفتیم پنج قول هست. یکی از اون اقوال قول کسانی است که قائلن به عدم جواز انشاء کتابت، یعنی کتابت کافی نیست، حتما باید لفظ باشه، تلفظ باشه. چند تا دلیل ذکر کردن، من تونتون این را عرض میکنم. البته اینا جواب داره ها، اینا که عرض میکنم شما نفرمایید که اینا اشکال داره، اشکالاتشو من خودم عرض خواهم کرد. یکی اصل، آیون ادعا میکنن که اصالت الفساد اینجا هست، در معامله شک میکنیم صحیح است یا صحیح نیست، اصل بر فساد، در اینجا شک میکنیم که معامله ای که با کتابت انشا میشه و با تلفظ نباشه، صیغه انشا نباشه، صیغه لفظی نباشه، صحیح است یا نه، اصل فساده. خب این یه دلیل، اصالت الفساد در معاملات. دلیل دوم، ادعای اجماع کردن، بعضی با عبارات لا خلافه فرمودن، بعضی در تنقیح عبارت لا خلافه است، ولی بعضی از آقایون لفظ اجماع هم آوردن که اجماع داریم، بوده جواب قایم دادن. دلیل سوم، اینکه افعال کی از اونا کتابته، این قاصر است از اینکه مقاصد باطنیه رو برسانه و افاده بکنه. نهایتش کتابت زناوره. اگر یه معامله برقرار شد با کتابت، این زناوره. خب معلوم است که نزن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن میگه لا تقوم علی شرک فی علم، این نزن لا یغنی من الحق شیئا، چون پروردگار متعال منع کرده از کارهایی که مستند به زنه، پس بنابراین این کار هم ممنوع. آقا ببخشید، این الان امروز اینترنت مصداق کتابت حساب میشه یا نمیشه؟ حالا اجازه بدید به اون عجزه حدیث هم خواهیم رسید. حالا فعلا مسئله کتابته، بعد میرسیم به این که آیا با این دستگاه و ابزار چیز اینترنت و موبایل و این چیزها و اینا کافیه یا نه، اونم یه بحث مسئله مستقلی است که میرسیم. اصلاً دلیل دیگرشون که قریب به همین دلیل سومه، که رکون به کتابت مخالف مقاصد شرعی است، چون مقاصد دین مقدس اسلام حفظ نظام اسلامه، معاملات هم تشکیل شده برای حفظ نظام امر معاش مردم، و این وقتی محل اختلاف شد که آیا با کتابت میشه یا حتما لفظ لازمه، عرض کنم که اون مقصد اصلی اشاره که نظام اسلامه، حفظ نظام اسلامه، محقق نمی شود. باید یه سببی باشد که کاشف از مقاصد باشه، که اون لفظ مثلا ادعا میکنن که کاشفتره. دلیل پنجم، اسباب شرعی، این دلیل از مرحوم بحرالعلومه، که ان الاسباب الشرعیه توقیفیه، اسباب شرعی رو ما بایستی از شرع مقدس بگیریم، توقیفی پیش خودمون نمیتونیم اختراع بکنیم، و اونی که از شارع به ما رسیده این است که عقود و ایقاعات را با الفاظ ایجاد بکنید، انشاء بکنید. بنابراین چون اسباب شرعی توقیفیه هست، باید از طرف شارع به ما برسه، اون چه مسلم است از طرف شارع رسیده، صیغ الفاظ، صیغه های لفظیه، قول ایقاعات، نه کتابت.